آخرین شب برنامه دیوویس و مشخص شدن نفرات برتر نهایی این مسابقه توی 4 گروه 4 مربی این مسابقات. با ما همراه باشید، یه مرور کلی میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تی وی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب 3 هفته از مسابقه دیوویس شبکه ام بی سی پرشیا گذشت و 6 قسمت از این برنامه رو شاهد بودیم که در هر قسمت هم حدوداً 10 نفر می اومدن و جلوی داورا اجرا می‌کردن، که توی 4 قسمت اول این برنامه هر داور موفق شدش که 8 نفر رو به گروه خودش جذب کنه، که متفاوت ترین گروه رو شاید سوگند داشته باشه که توش 4 تا آقا و 4 تا خانوم هستش از رنج سنیش 15-16 سال تا 40-50 سال و هم از بعد جنسیت و هم از بعد سن و سال گروه متفاوتی رو داره. و خب اکثر افرادی که توی گروهش هستن هم سبک و سیاقشون نزدیک به خود سوگند هستش و واسه همین هم هستش که سوگند رو انتخاب کردن. اما گروه بعدی گروه بیژن مرتضوی هستش که گروه نسبتاً مردونه و جوونی رو داره. از 8 نفری که بیژن مرتضوی تونسته جذب بکنه فقط یکیشون خانم هستن، رنج سنیشون هم همه هلوش 20 تا 30 سال هستش. اکثر اعضای گروهش هم یه مقدار سبک موسیقیشون قدیمی تر و کلاسیک تر هستش. اما گروه بعدی گروه لیلا فروهر هستش که توی این گروه هم سهم آقایون خیلی بیشتر از خانوم ها هستش و از 8 نفری که در گروه لیلا هستن فقط 2 تاشون خانوم هستن. رنج سنی هم همگی جوان هستن و هلوش 30 سال سن دارن. گروه لیلا هم مثل گروه بیژن موسیقیشون بیشتر به سبک های قدیمی و کلاسیک تر نزدیکه. اما گروه بعدی گروه کامیار هستش که توی گروه کامیار سهم آقایون بیشتر از خانوم ها هست و از 8 نفر گروه کامیار 2 نفرشون خانوم هستن و 6 تاشون آقا هستن و سبک و سیاق اکثرشون هم نزدیک به سبک خود کامیار و پاپ جدید هستش. باید ببینیم در 2 شب باقی مونده از مسابقه دیوویس کدوم یکی از داورها موفق میشن که تیم خودشون رو تکمیل بکنن و از 12 سهمیه‌ای که هر داور داره کدومشون موفق نمیشه که سهمیه‌اش رو تکمیل بکنه و با جای خالی به مرحله نهایی میره. اگه قسمتی از این برنامه رو دیدید برامون تو بخش کامنت ها بگید که کدوم اجرا رو بیشتر دوست داشتید و به نظرتون کدوم داور موفق تر بوده در جذب هنرمندان قوی تر. حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.